متولد سال 1320 هستم. بعد از سن 14 سالگی وارد سینما شدم، در این حال که به درسم ادامه میدادم. در سال 1338 به عنوان بهترین تکنسین سینما معرفی شدم، اونجا که یک فیلمی ساخته شده بود. من در اون فیلم به لحاظ صدا برداری و صدا گذاری یک فیلم جایزه دریافت کردم. سال 1342 اولین فیلم سینمایی ما ساختم به عنوان فیلم بردار، در مقام فیلم بردار، و سال بعدش در مقام کارگردان. و بعد اولین فیلم من که با جنجال عمومی مواجه شد، مورد تشویق خیلی از مردم قرار گرفت و یکی از پرفروشترین فیلم های تاریخ سینماست، یه فیلمی بود به نام تکحال که این فیلم در سال 1348 در تهران نمایش داده شد. خداحافظ. دو فیلم من در دست تهیه داشتم در سال 56. یکیشو با همسرم کار میکردیم به نام تکیه بر باد که یک فیلم اجتماعی بود، سوژه اجتماعی بود، که این فیلم رو ما تا اوایل سال 57 تمومش کردیم. این فیلم فیلمیه که از آخرین نماهای سالم شهر خرمشهر و آبادانه که بعد از اون خرمشهر آبادان توی اون جنگ تحمیلی که خمینی ایجاد کرد. در سال 1365 بود که فرهنگ و هنر تبدیل شده بود به وزارت ارشاد، برعکس عمل کردش این نامو بهش گذاشته بودن. مدیر کل اونجا کسی بود مسئول معاونت وزیر، در مقام معاونت وزیر، به نام آقای انوار. اینا به تمام دفاتر ظرف یک روز حمله بر شدن، درست به سبکی که نازی ها کتاب خونه ها رو یک بار سوزوندن در آلمان. تمام انبارهای فیلم ها رو از انبارها در آوردن، حتی با نگاتیفاش. استودیوی منم یکی از همون استودیوها بود و فیلم هایی که من در پخشم داشتم. به عنوان این که میخواییم ما حمایت از فیلم ایرانی بکنیم و باید فیلم های فرنگی رو از بین ببریم، اما همه فیلم ها رو بردن و همه فیلم ها رو برده بودن وسط وزارت ارشاد، ریخته بودن رو هم دیگه و بعدم همه رو آتش زدن، سوزوندن، درست مثل کتاب سوزونی فاشیست. اردیبهشت سال 1361 تقریبا درست شبی که شب تولدم بود دستگیر شدم. مراحل بعدی رو در بازجویی پشت سر گذاشتم. در اواخر 64 از زندان آزاد شدم با عفو مشروط. اونم لحاظش به اصطلاح تخصص من بود، تخصص سینمایی من بود، چون رژیم متوجه شده بود که تو این جنگ نیاز به تبلیغات داره و تبلیغات رو میتونه توسط فیلم ایجاد بکنه. تنها استودیو هم که دایر بود، یعنی اون با بسته بود ولی امکان حرکت داشت، استودیوی من بود، همون استودیوی جورک که در حال حاضر توسط آخونده مصادره شده. من در این طول اینطوری آزاد شدم.
من سال 58 سه ماه بعد از انقلاب، چهار ماه بعد از انقلاب، منو به عنوان مسئول اتحادیه تهیه کنندگان دعوت کردن به وزارت فرهنگ و هنر. اون موقع که اسمش کرده بودن ارشاد، مدیر کلش یه آقایی بود به نام، اسمش الان یادم رفت، مسعود شاهی نبود، قبلش کسی دیگه بود. و بعد یه فیلمی رو به اونجا به ما نمایش دادن، البته از طرف کارگردان هم آمده بودن، از طرف هنرپیشگان هم آمده بودن، یه فیلم رو به ما نشون دادن که ما این فیلم رو دیدیم، بسیار فیلم بدی بود. بعد از ما نظر خواستن، ما گفتیم که این فیلم بسیار فیلم بدیه، یه صورت جلسه ای رو آوردن که ما امضا کنیم به عنوان اینکه این فیلم بدی و باید توقیف شه. من به شدت مخالفت کردم، گفتم فیلم بد رو باید مردم نرن، ما انقلاب کردیم که سانسور نداشته باشیم. گفتن نه، ما مکلفیم که مردم رو هدایت کنیم. من متوجه شدم که دیکتاتور رفت و یک متشرع به اصطلاح اومده جاش نشسته. از همونجا من متوجه شدم چه کلاهی سرمون رفته و بعد بیشتر شروع به تحقیق کردم، بیشتر باریک در قضایا شدم، بیشتر به سخنان خمینی گوش دادم، بیشتر عمل کردار رو در نظر گرفتم. متوجه شدم که کلاهی سر ملت مون رفته.